درود دو دوستان خیلی خوش آمدید به یک ویدیوی دیگه از ویدیوهای آموزشی زبان آلمانی از دوچ پرزش تیوی. من احسان هستم و تو این درس میخوایم با هم دیگه گرامر C1 ب 2 1 کار بکنیم که سوال خیلی از دوستان بود پیغام داده بودن و راجبه این گرامر پرسیده بودن قبل اینکه درس با هم شروع بکنیم برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن در deutschperzishtv.com میتونید تمام درس گرامر زبان آلمانی رو از آ آینز تا بیت سپایس 1 پیدا بکنید و با کلی مثال همه رو به سادگی یاد بگیرید همچنین در کانال دوم یوتیوب ما به اسم Learn with احسان براتون فیلم های آموزش زبان آلمانی برای تقویت شنیداریتون اونجا تدارک دیدیم و همچنین جملات کاربردی و روزمره آلمانی و انگلیسی همزمان که خداش خیلی مورد استقبال عزیزان قرار گرفته خب بریم سراغ درس در از اون واجه که میخوایم تو این درس یاد بگیریم اینها هستن لاوت ناخ، گمیس، زوفولگه اینها در اصل حالا تکست آلمانیش میشه غید ویداگابه میت پرپوزیسیونال آستوکن این ویسنشافلیشن تکستن سایتونگن و ناخشتن این کلمات موقع استفاده میشن که شما میخواید یک مطلبی رو که قبلا بوده دوباره بیان بکنید خب یعنی بگین بر طبق فلان چیز بر طبق بر در مطلبی رو بخواین دوباره شما بازگو بکنید منتها این واژه ها فقط برای ویسنشافلیش تکست یعنی مت متنهای های علمی و روزنامه ها و اخبار استفاده میشه تو زبان روزمره اینجوری کسی صحبت نمیکنه درست بیشتر زبان سطح بالای علمی هستش که از این واژه ها استفاده میشن که دوباره بازگو بکنن یه مطلبی رو که قبلا بیان شده همشون تقریبا هم هستن درست منطقه ها یه سری قوانین گراماتیکی دارن که با هم دیگه تو این درس همه رو کار میکنیم بذارید با لاوت شروع بکنیم لاوت بعدش هم با گنتیو میاد هم با داتیو میاد لاوت همیشه اولش در از اون جمله اون کلمات میاد به چه شکل مثلا میگم که طبق چیزی که یوناس شمیت اعلام کرده این که شما دائما در دسترس باشید سر کار در از یک حسن حساب میشه لاوت یوناس شمیتز استی شتندی که با این به گوف فوتال هفت پس این یه جمله که قبلا یوناس شمیتز گفته حالا میتونه طرف یه کاری باشه یا رئیسی باشه یا هر چیزی که ایدهش این بوده که میگه در از اقایش با کایت یعنی در دسترس بودن شتن دیگه یعنی دائما فورتال هافتم یعنی حسن محسوب میشه پس من دارم با لاوت جمله اونو بازگو میکنم میبینید بی که لاوت نشسته قبلش و بعدش هم فعل اومده مثال بعدی لاوت آتوگ این دست hat sich die arbeitslosigkeit in deutschland während der corona krise verdoppelt laut der autorin des texes hat sich die arbeitslosigkeit in deutschland während der corona krise verdoppelt tep de man tasbu kuna ye, ye tep nevisande ye in matn ke ino gufde, بیکاری یا آمار نرخ بیکاری در آلمان در طی بحران کرونا دو برابر شده پس من دارم درست با لاوت بازگو میکنم منطبع دقت کنید همزه گفتم اینا فقط توی زبان نوشتاری آلمانی میاد و صحبت کردن این مدلی معمولا صحبت نمیکنن Laut Gesetz müssen alle Geschäfte sonntags geschlossen bleiben. طبق قانون بر طبق قانون بایستی همه مغازه ها یک شنبه ها بسته بمانند پس دیدین که توی جمله اول در اصل اسم اومده اسم دیگه آرتیکل خب نمیگیره بعدی رو با گنتیو گفتیم و در اصل پایینم حالا بدون داتیو گفتم ولی میتونستم بگم لاوت دیم گزتس به طور مثال حالت داتیویش بس استفاده بشه این از لاوت بریم با هم دیگه مثال بعدیش هم ببینیم البته اینجا هم یه مثال دیگه است که با گنتیو هستش لاوت دس دوچن مینیستریومز فور گزونهایتسوزن بنوتیگن اتوا 1 میلیون منشن این دوچلاند سوشیولوژیشه هیلفه طبق در از اظهاری که در از وزارت بهداشت مربوط آلمان انجام داده یعنی چیزی که گفتن تقریبا یک میلیون آدم در آلمان کمک روانشناسی یا روانپزشکی نیاز دارند میبینیم که اینجا بعد از لاوت از گینتیو استفاده کردیم میتونستیم از داتیو هم استفاده کنیم میتونستم بگم که لوت دم دوچن مینستریوم فیر خب بعدیش ناخ هستش ناخ با داتیو میاد دوستان عزیز ناخ هم میتونه قبل کلمات بیاد و هم میتونه بعدش بیاد به این مثال دقت کنید معنیش همون میشه طبق چیزی که فلانی بیان کرده ناخ فرامولا ایست دی پروفونگ زو طبق چیزی که مولا اعلام کرده حالا تصور کنید معلم بوده امتحان بایست تکرار بشه تمام این گرامر هایی که تو جملات میبینید و دوستان عزیز اونایی که دنبال گرامر های بیت فایس هستن همه رو در دوچ پزشکی بی گفتم میتونید پیدا کنین ما بیشتر از هزار ویدیو آموزش زبان آلمانی تو الان داشتیم که در از شما رو میتونه به نوعی از هر گونه کلاس زبانی بی نیاز کنه پس من دارم با این جمله ای که میگم حرفی که فرمولار زده رو تکرار میکنم ist die Proform zu wiederholen, ja nee, die Proform muss wiederholt werden. Goften bad az naxt dativ Nach den Regeln müssen wir einen Feuerlöscher haben. Tasavvorkin ke niyaz astesh ke tuy saakhtemuni jayi kapsulatiy nishani bashe ke atish o khambush nach den Regeln müssen wir einen Feuerlöscher haben. Nach den Regeln حالت داتیف از طبق قوانین ما باید یه در از کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن حریق داشته باشیم خیلی وقتا هم این مدلی استفاده میشه ناخ آنگابن فون یعنی طبق اطلاعات و در از اطلاعاتی که فلان جا اعلام کرده و بعد بقیه جمله ناخ آنگابن فون منشن رشت و فلوشلینگز اورگانیزاسیونن دو روتیه Gefahr طبق اطلاعاتی که در از ارگانیزیشن های پناهندگی و حقوق بشر اعلام کردن کماکان خطر خطر در از جانی و جسمی تهدید میکنه پناهندگار میشه اینجوری معنی کرد Nach Angaben von Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen droht jedoch weiterhin Gefahr für Leib und Leben. Bei der Achse lautet, dass wir uns auch in der NACH haben, dass wir uns in der Zeit haben, dass wir Meinung nach. Meiner Meinung nach, ja, nicht bei einer ببینید ناخ ماینا نداریم دوستان اشتباس ماینا ماینون ناخ ماینا ماینون نخ. اصلاس ماشین با استودیوم سوا اما زیر اینترسانت به نظر من رشته مهندسی مکانیک از اگه طرف خیلی سخته ولی خیلی جالبه و آبا هم گرامر به اتفایس آنیس که قبلا کار کردیم میتونید تو ویدیوهای قبل جستجو کنید و درسشو پیدا کنید میرسیم به گمس اون دوتای بالا لاوت و ناخ معمولا برای آدم ها استفاده میشه درست مثلا طبق صحبتی که فامولا کرده یا طبق چیزی که به فضل فلان کس گفته یا فلان اینستیتوشن گفته ولی گمس برای بیان عقیده و فکر و یا در اصل دیگه برای آدم معمول بر آدم استفاده نمیشه حالا تو مثال ها بیشتر بهش میپردازیم گمس بعدش همیشه داتیو میاد و هم میتونه اول یه سری کلمات بیاد و هم بعد از اونها بیاد مثلا گمس او غشت موسن تی پرودکت گتستت ویدن طبق مطابق قوانین اتحادی اروپا بایست محصولات حیوانی منظور گوشت و مثلا محصولات در از جانبی که از حیوانات هستش بایستی تست بشن بر طبق قوانین ای او یا اتحادیه اروپا دو جمله بعدی میگم که طبق قرارداد بایستی تا آخر ماه اون چیزی که ما سفارش دادیم یا از ما سفارش گرفتن و ما تحویل بدیم gemäß dem vertrag müssen sie bis zum ende یه جای خرید کردم طرف حالا برای من نفرستاده یا دیروزود میکنه من میتونم این جمله رو بهش تو ایمیل بنویسم یعنی طبق قرارداد شما بایستی تا آخر ماه لیفان کنید یعنی اون محصول رو بیارین تحویل بدید یا تحویل رو انجام بدید پس میبینید که گمس هم فقط با داتیو میاد دوستان گمس هم توی گفتم میتونه ناخیشتلت هم بشه یعنی بیاد بشینه بعد از یه سری کلمات در از توی مثال ها مثال های بعدین بهتر مشخص میشه Das Unternehmen handelt gemist den Richtlinien این شرکت طبق در اصل قوانین و قاعده ها و خط مشی که داره معامله میکنه و در از کنار میاد با مشتری ها پس گمیست دین گشت لینین دیگه گیرون تریفت آل gemäß ihren Vorschriften. دولت تمام برنامه هایی رو که در در نظر میگیره بر طبق اون دستورال عمل هایی که داره تصمیم گیری راجبش میکنه و این, این مصنامه یا این در چارچوب ها رو وضع میکنه و در حالت آخر هم سوفولگه هسته سوفولگه هم با داتیو میاد و فقط بعد از یه سری کلمات میاد. هیچ هیچ وقت جمله با سوفولگه آغاز نمیشه. der letzten Meldung zufolge ist kein Schaden entstanden. چون با داتیو میاد دی ملدونگ ملدونگ یعنی حال در اینجا یعنی خبری که اعلام شده. دیگه میشه دی لست ملدونگ zufolge چون داتیو میاد درسته میگم که طبق آخرین اخباری که اعلام شده هیچ خسارتی به وجود نیامده بود نیامده طبق بنابر حرفی که پروفسور فیش ها زده بایستی یک متدی متد متناسبی در اصل درست بشه توسعه داده بشه که بشه کیفیت رو تعیین کرد و نسبت در درصد کیفیت رو سنجید پروفسور فیشا تو فولگه مس انسپرشند متد انتفیکلد ورن اوم دی در اینجا چون اسم هستش دیگه اسم آرتیکل نمیگیره درسته واسه همین شده پروفسور فیشا تو فولگه. این حرف زده r متد، پس یک روش متناسب اentویکld وrdن یعنی درست بشه توسعه داده بشه ومدی qوالیتت tوبوردن که بشه qوالیتت رو سنجید و در اصل برآورد کرد فیتر در صل یه ماشین خراب شده بردیم حالا بایستی در اصل ماشین جایگزین بده اون شرکتی که ازش گرفتیم تو ایمیل درش می نویسیم که دم فتخاق موس ازاد از سواگن تو ففوگون گشتلت فردن دم فتخاق تو فلگ موس ازاد از سواگن از تو گشتلت فردن طبق قرار داد یک ماشین جایگزین در اختیار قرار داده شود. بله دوستان رسیدیم به انتهای این درس حالا به عنوان تمرین شما عزیزان میتونید جملات زیر رو تکمیل کنید و در کامنت به عنوان تمرین این درس بنویسید ایقا آوساگ گمس یعنی طبق ادعایی که شما کردین طبق صحبتی که کردین حالا میتونید ایقا شما محترمانه بشه یا یه خانوم سوم شخص باشه و یا لاوت بوندس کانسلرین بقیه جمله امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته شده باشه دوستان عزیز با لایک کردن ویدیو و با اشتراک گذاشتن با دوستانتون از کانال خودتون دوچ تیوی حمایت بکنید خیلی هم ممنون از بازخوردهای خیلی خوبی که از شما عزیزان همیشه تو کامنت ها میگیرم و در اصل هدف من هیچ چیزی جز کمک به همه فارسی زبان ها در اینکه در کشورهای آلمان و اتریش و سوئیس بتونن راحت روپای خودشون بیستن و زندگیشون رو بکنن و برای زبان نیاز به هیچ کسی نداشته باشن نبوده و نیست تا ویدیوهای بعد بدرود دوستان